гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алайкум. Фарзонаи Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии Институти Никуси ҷанг ва сулҳи Бритония омода шудааст. Давоми чанд дақиқае, ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. Бемории сил дар Тоҷикистон симои умумиллӣ мегирад. Сил бемории иҷтимоӣ буда бештар оилаҳои камбизоат ба он гирифтор мешаванд. Ҳарчанд духтурон ва коршиносон аз баргузории маъракаву чорабиниҳои зиёд дар роҳи пешгирии бемори хабар медиҳанд ва новобаста аз роҳандозии лоиҳаву барномаҳои мухталифи миллӣ ва ба роҳ мондани ҳамкориҳои зич бо созмонҳои ҷаҳонӣ дар ин самт, масъалаи мазкур дар вилояти Хатлон ҳамоно нигаронкунанда аст. Орзуи Карим мавзӯро идома медиҳад. Розиямоҳ духтари 18 сола аз ноҳияи Бухтари вилояти Хатлон аст ки баъд хатми синфи 9 ба бемории сил гирифтор шудааст. Розиямоҳ мегӯяд ки сини ӯ ба издивоҷ расида. Агар мардум аз бемориаш огоҳ шаванд, шавҳар кардан наметавонад. Наздиконаш бемориашро пинҳон дошта, ӯро дар хона ба гӯшти сагу равғани хирс табобат карданд. Ба ҳамин минвол 8 моҳ гузашт, аммо ӯ шифо наёфт ва баръакс бемориаш хуруҷ кард. Танҳо баъд аз лоғар шудану бемадорӣ ва сангин шудани саломатиаш او رو به بیمارستان بردند. نفرید که همه بفهمم پنهان داشتم در خانه تبابت بیماریم. نفهمیدم که کسل شدم. همونجا سرفه کدم رنگین کدن کسل برامدم. همون گوشت سگه بخوب گفتن همون یه آدم آورده نخور خوب نشیدم. خانه ینگم رفتم همونجا روغن خیرس بدهی گفتک که همرا بخری فایده داشته. چهار روز خوردم خون پرد. رازیم ها که 8 روز شد در بیمارخانه بیماری های سیلی شهر قرقانتپه بستری می باشد، حالا بهبودی را احساس نکرده است. اما سنچگولی 25 ساله یک بیمار دیگری سیر که از ناحیه وخش همراهی رازیمه بستری است، بعد یک ماه تبابت دختران نفس کشیش آسان و اشتهایش نسبتا خوب شده است. سنچگول هم در اول بیماریش را از همگان پنهان می داشت. سلفه می زدم تست می کردم. در مخونه یده کل تبابت کم نشید و رفتم رنگی این که ایم آنالیس بردیم. گفتن خیلی حسابی شیشه ما هم چه خورفتم. دو وقت خود می تیان می آن تست تست می بینن دولین می سنجم. می ریم دورم ندو جا می خریم. دختر خودش می تیم. دختران سیلشناس در خطلان می گوین که بیماری سیل در محیط خانه تبابت نمی شود. در بیشتر وقت جوانان برای پنهان کردن بیماریشان در خانه تبابت می کنند و تنها بعدی وزنی شدن افزا به بیمارستان می آیند. این روند مایه نگرانی پزشکان سیلشناس شده است که در چنین حالت تبابتشان طولانی و دشوار می شود. فضل‌الدین سفروف سرپرست اول مرکز مبارزه ضد سیل ولایت خطلان می گوید که 80% گرفتاران سیل جوانان هستند که بیماری خود را حتی از نزدیکانشان پنهان می دارند. آنها سیر خود را پوشیده می کنند. گمان می کنند که بعدی آوازه می شود که ما با کسلی سیل گرفتار شدیم، گویا که آنها پسرها اویلدار شده نمی تونند یا که دخترها خانه‌دار شده نمیتونند. برای همین این سیر خود را آنها میپوشونند، لکه این باعث خوف و خطری بیماری آنها شده میتواند. گذراندن معرکه‌های فهماندهی میان جوانان مقصد و مرام اولین درجه مقامات و کارخانه‌های دخلدار است. نقشه است برای جوانان فهمانیده شود که چگونه آنها میتوانند از این بیماری خود را محافظت کنند و در صورت احساس کردن نشانه‌های اولی بیماری به کجا مراجعه باید کرد. علاوه بر این بیماران زیر نظارت گرفته میشوند. میگوید گلرفتار سفروف دکتر سابقه‌دار بیماری های سیل در خطلان. خصوصا دختر و میسو پنهان میدارن که آینده در تاثیر منفی برای حیاتی و یا میرسونه. امید جوان پسر و جوان دختر رو پنهان میدارن. یک کسل فرمانده میکنیم که امید کسل تبابت شونده شما شفا میابید 100%. آینده میتوانین شما که شوهر در بروین در جمعیت کار کنین در کدام سوهای میخوین تحصیل رو دوام تین و ما همی خیلی فهمانده میکنیم در بین بیمار. با افزایش بیماری های سیل در تاجیکستان عامل های جنگ شهروندی و بحران اقتصادی که باعث پس شدن سطح زندگی بلندشوی وضع سلامتی و بهداشت و مهاجرت گشته است تأثیر گذاشته است. با گفته کارشناس محمد سیدعلیف حکومت برای از میان بردن این بیماری مبارزه میبرد، اما راه حل این بیماری در برابر داروی درمان شرایط خوب مهیا نمودن به سیل زده ها میباشد. پس بودن سطح اقتصادی اویله نیافتن غذای پور یعنی که غذای خوراکی غذانو گرفتار می شود به همین بیماری در برابر مراجعه نکردنش به یک مؤسسه طبی باز ممکن خوراکی غذانو نیافته که نمیخورد بعدن همون بیماری سیل کشف میاد در بدن
انسان. وقتی که در بدن انسان انکشاف و در یک مدت معین تبوبت نکرد، در یک سال میتواند از 10 تا 15 نفر رو به همین سیل گرفتار کند. نظر به دیگر منطقه های تاجیکستان، در ولایت ختلان گرفتاران بیماری سیل بیشتر ثبت شدند که تحلیلگران و کارشناسان میگویند که این بیماری اجتماعی بیشتر در خانواده های فقر و نادار مشاهده می شود. طبق اطلاع ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی ختلان، در این ولایت 4000 گرفتار بیماری سیل ثبت نام شده است که 80% آنها از 18 تا 35 ساله بودند. از میان نفران گرفتار سیل 300 نفرشان مهاجران مهنتی تاجیکستان در شهرهای روسیه بودند. قسم زیادی گرفتاران سیل در ناحیه واسه و منطقه قرخان‌تپه بودند. آرزوی کریم، ولایت ختلان. سومیانی گرامی، اگر مربوط به موضوع و یا برنامه سوال و یا شرحی داشته باشید و یا میخواید از مشکل خود حرف زنید، میتوانید با ما با رقم 44 640 1011 زنگ زنید. برنامه مذکور با دستگیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. با شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما را میتوانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک IWPR تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، و میخواهیم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل روز صحبت خواهیم کرد.